ببینید، من نمیدونم که شما اسم قضیه رو حالا چی میخواید بذارید. یک چارچوب فکری است که به اصطلاح داره جلو میره و منشد یا پیر در واقع قرار بوده نظارت بکنه بر اون، خطایی رخ نده، اشتباهی رخ نده، نمیدونم افراد کارشون رو درست انجام بدن. اگر منظور شما یک نظارتی باشه، این موضوع فرق میکنه. به هر صورت تجربه عملی الان داره اینو نشون میده که به وجود من حداقل در این چارچوب، نمیدونم شما شو اگر بخواد بذارید طریقت، فعلا این قضیه نشون میده که نیازی نیست، که تفکر راه خودشو باز میکنه، مثل آب که وقتی سرازیر میشه خودش راه خودشو پیدا میکنه و میره جلو. به هر صورت یک اندیشه میاد مطرح میشه و مورد نقد و بررسی و بهره برداری یا عدم بهره برداری میرسه. در طول تاریخ خیلی تفکرات کاملا از بین رفتن، خیلی نظریه ها تو زمین علم، تو زمین های مختلف اصلا از بین رفته کاملا. خیلی ها هم راهشو پیدا کرده و ادامه پیدا کرده و اون افراد صاحب اون اندیشه ها مردن، هفت کفن هم پوسوندن، ولی فکرشون ادامه پیدا کرده. پس وجود خود اون افراد بعد از اینکه اندیشه کارهای خودشون نشون داد لازم نیست. ببینید، ما یعنی بشر اون چی رو که داره از علم الهی استفاده میکنه، خودش چی نداره، هر چی رو که میگیره داره از بخش علم الهی میگیره، از بخش علوم الهی میگیره و آنچه که دسترسی پیدا میکنه در واقع به یک بخشی که نمیدونه کجاست. یعنی یه شاعر وقتی شعری میگه نمیدونه اینو از کجا گرفته، ولی میدونه که خودش اینو نساخته. یا آهنگساز، یا نمیدونم متفکر، یک جرقه ای که در ذهن ایجاد میکنه میشه در یک لحظه و کلی اطلاعات رو در همون یه لحظه میگیره، خودش نمیدونه که این اطلاعات رو از کجا گرفته. پس ما در واقع یک فضای الهامی داریم، یک فضایی داریم که انسان میتونه در اون فضا نفوذ کنه و خب حالا اصطلاحاً الهامی رو بگیره، الهامی دریافت بکنه. و تمام داشته‌های بشر ریشه‌اش در واقع از الهام یا از همون علم الهی است. خودش که چیزی نداشته، چیزی نداره و پایه علوم الهامه. اون وحیه. یک دریافت عام داریم که همه انسان ها، حتی گفته میشه زنبور عسل، حتی همه در معرض یک دریافت عام هستند. یک دریافت خاصه، اونی که شما اشاره میفرمایید دریافت خاصه، بله. اون دریافت خاص مبرا از اشتباه است، مبرا از وسوسه های مختلف هست، مأموریت خاصه و کاملا بعض جدا است. اما در الهام امکان اشتباه هست، امکان داره که الهام شیطانی باشه، ممکنه الهام رحمانی باشه، اون که توضیح دادیم ملاک تشخیص میخواد و اینجا کاملا بحث با اون قضیه جداست. این بحث عام رو ما داریم میکنیم که همه انسان ها در معرض اون هستن. خود شما الهام نگرفتین تا حالا؟ گرفتین یا نه؟ به صراحت بله گرفتین. مثلا انسانی نداریم که نگرفته باشه. خب لذا این بحث عام همه در معرضش هستن و یه بحث خاصه که کاملا موضوعش جدا از این قضیه.